آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با الی کوهن همتای اسرائیلی خود گفته تلاش برای زنده کردن برجام فعلا متوقف شده است. جو بایدن پیشتر در فضای غیر رسمی گفته بود برجام مرده، اما دولت او نمیتواند رسما آن را اعلام کند. سلام، من بیتا آذری هستم با برنامه دیدگاه. بلینکن در این گفتگو به کوهن گفته ایالات متحده در پی جلب اتحادیه اروپا به وضع تحریم‌های بیشتر علیه ایران است. در خبری دیگر نایاک یا شورای ملی ایرانیان آمریکا که معترضان و مخالفان جمهوری اسلامی آن را بازوی نظام در ایالات متحده می‌دانند، اعلام کرده از این پس از تغییر رژیم در ایران حمایت می‌کند. در دیدگاه همراه با آرش آرامش، حقوقدان و تحلیلگر سیاسی از انگلستان، اظهارات بلینکن و کوهن در مورد مذاکره با جمهوری اسلامی و بازتاب آن در رسانه‌ها و فضای سیاسی آمریکا را بررسی می‌کنیم و از دلایل تغییر موضع نایاک در مورد خیزش انقلابی در ایران می‌پرسیم. آقای آرامش، بلینکن مشخصاً درباره مذاکره با جمهوری اسلامی به الی کوهن چه گفته؟ با توجه به مواضع نتانیاهو درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و نگاهی که بایدن به برجام داره، محتوای گفتگوی این دو وزیر خارجه چقدر مهم و تعیین کننده است؟ هرچند که حکومت جدیدی، دولت جدیدی در اسرائیل به سر کار آمده و با دولت قبلی برای بسیاری از مسائل اقتصادی، مسئله فلسطینی ها، مسائل مختلف اجتماعی مثل حقوق دیگرباشان ممکن اختلاف نظر داشته باشن، ولی دولت بنت لپید و دولت نتانیاهو، یعنی اگر بخوام بگم چه دولت میان رو، دولت راستگرا یا دولت چپگرا که در اسرائیل به ظهور برسد یا بیاد سر کار، در مورد مسئله جمهوری اسلامی با هم تفاوت ماهیتی آنچنانی ندارن. چرا؟ چون مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی تهدیدی است حیاتی برای اسرائیل و تهدیدی است بالقوه برای کشورهای دیگه منطقه و متحدین ایالات متحده. این رو که خدمتتون عرض کردم، صحبت این است که آقای الی کوهن که وزیر خارجه جدید دولت ائتلافی آقای نتانیاهو هست، دولت پنجم آقای نتانیاهو هست، عملاً با آقای بلینکن خیلی صحبت مثل این که رو راستی داشتن و این رو بهشون پیغام داده شده و بهشون به صورت مستقیم گفته شده که برجام دیگه مرده. اگر برجامی، حتی بگیم برجام تقلیل شده، برجام رقیق شده و برجام ضعیف شده قرار بود دوباره احیا بشه با مفادی از اون برجام اولیه، اون هم دیگر احتمالش کاملا از دست رفته و دلیل اصلیش هم این استش که اگر ایالات متحده حاضر بود پوانهای به جمهوری اسلامی بده، جمهوری اسلامی سر مسائل زیاد خواهی مثل مسئله سپاه، مسائل دیگه فرابرجامی، این قضیه رو به ناکجا آباد برد و همونطور که همیشه عرض کردم جمهوری اسلامی هیچ وقت هیچ فرصتی رو از دست نمیده که فرصتی رو از دست بده. جو بایدن چند وقت پیش به صراحت اما غیر رسمی گفته بود برجام مرده. آقای آرامش، چرا دولت ایالات متحده این موضوع رو به طور رسمی اعلام نمی‌کنه؟ اساساً بیان قاطع و رسمی مرگ برجام چه پیش نیازهایی داره؟ این یکی از به قول معروف اون سوال‌های، اون قول‌های انتخاباتی و کارداری آقای بایدن بود که مسئله هسته جمهوری اسلامی رو دوباره به سر میز مذاکره بکشونه و از لحاظ از طریق دیپلماسی حل کنه، کاری که آقای اوباما کرده بود، کاری که آقای ترامپ از اون خارج شد، یک طرفه مشکلات بسیاری هم ایجاد کرد و دوباره آقای بایدن می‌خواست اون احیا کنه. مسئله اینجاست، مسئله اصلی این هستش که جمهوری اسلامی 2 سال پیش، 5 سال پیش، 10 سال پیش با جمهوری اسلامی الان بسیار فرق میکنه. یعنی حتی اون جمهوری اسلامی که سال 2015 قرارداد امضا کرد، سال 2012 تحت فشار بود، سال 2018 با آقای ترامپ زد و خورد داشت و الان هر در هر برهه که نگاه میکنید این جمهوری اسلامی تغییر ماهیت از لحاظ مختلفی داده برای طرف مقابل آمریکایی. نکته اینجاست، از طرفی اعلامی که برجام مرده خب یک شکست سیاسی از لحاظ سیاست خارجه برای آقای بایدن حساب میشه، ولی اگر نگاه بکنید به عنوان به صورت راهبردی، فقط مسئله تاکتیکی امروز و فردا، اگر قرار است که استکاک نظامی ایجاد بشه با این حکومت، با جمهوری اسلامی، اینکه جمهوری اسلامی، یعنی اینکه ایالات متحده و دولت بایدن میتونه بگه ما همه راههای دیپلماتیک رو رفت بدیم، واقعا هم رفت و هنوز برجام موتش، اون فوتش اعلام نشده، با این وجود اینها سر میز مذاکره نمیان، خب این توجیه احیانا استکاک نظامی رو برای ایالات متحده و متحدینش آسان تر میکنه. در گزارش اسرائیل هیوم از گفتگوی بلینکن و کوهن به تلاش آمریکا برای ترغیب اروپا به تحریم های بیشتر علیه ایران اشاره شد. آقای آرامش، سوال اینجاست که چه انگیزه های اروپا رو به همراهی با آمریکا ترغیب میکنه؟
اوکراین اوکراین اوکراین. جمهوری اسلامی با حرکاتی که کرد در این چند ماه اخیر با کشتن نیکاها و مهساها و سایناها و جوانهای مختلف در خیابان و در سیاهچالهای جمهوری اسلامی پیشه برشی خودش داره میزنه به صورت داخلی، اما دادن پهباد و اون رو به صورتی بین المللی پوز دادن در مورد این همکاری نظامی که دارد میکند با حکومت پوتین، حکومتی که دیگر بر هیچ کس پوشیده نیست، عملا تجاوز کرده به یک کشوری با تمامیت ارزش و میخواد کشورگشایی کند و مردم یک کشور ضعیف رو مورد حمله قرار داده و اشتباه محاسباتی بزرگی هم کرده که الان آقای پوتین تلفات بسیار زیادی دادن نیروهای متجاوز روس و اوکراینی ها جلوش وایسادن. مسئله اینجاست دیگه، این کمک های نظامی و کمک های پهپادی و الان میبینیم که کمک های دیگر دارن میکنن، قطعات دیگر دارن میفرستند و کارشناس و مستشار نظامی میفرستند. این قضیه دیگه قضیه حماس و حزب الله نیست برای اروپا، این قضیه یمن و حوثی ها نیست، در خاک اروپا داره اتفاق میفته و کاری که اینها کردن با جوانان ایران و داره تیشه به ریششون داخلی میزنه، این دست درازیشون و همراهیشون با کسی مثل آقای پوتین برای تجاوز به اوکراین تیشه به ریشه اینها خواهد زد در عرصه بین المللی که دیگر اگر اون آبروی نداشته هم که نداره بیشتر از این با این آب خواهد رفت. صحبتایی که آنتونی بلینکن با کوهن کرده در فضای رسانه‌ای و سیاسی ایالات متحده چه بازتابی داشت آقای آرامش؟ در آمریکا چه تلقی از حرف او درباره برجام شده؟ بر اونهایی که موضوع رو دنبال میکنن به صورت نزدیک دیگه هیچ بر اونها پوشیده نبود در این چند ماه اخیر، به خصوص با تضعیف موقعیت رابرت معلی، با تضعیف مواضع معلی و دوروبری های معلی که این مواضع رو واقعا ماها نبگه ماها چند سالی هستش که دارد کم کم رو تقلیل میره، ولی بعد از این خیزش بزرگ مردم ایران دیگر حتی از لحاظ حیثیتی و از لحاظ اخلاقی هم نمیشد هم مذاکره شد، حتی در اتاق همجوار مذاکره نشست موقعی که جمهوری اسلامی سر میز زد. اینو نکته عرض کردم خدمتتون، ولی در نظر داشته باشید که الان ایالات متحده در مقطعی هستش که مجلس نمایندگانش داره رهبری عوض میکنه، امروز روز آخری هستش که این کادر دموکرات رهبری داره، فردا باید رئیس مجلس جدید تعیین کنن، انتخابات میان دوره‌ای بود. نمیدونم بگم متاسفانه یا خوشبختانه، ولی مسائل داخلی آمریکا همیشه تیتر اول هستن. در اون میگم اونها که صاحب نظرن و دنبال این قضیه بودن هم میدونستن که دیگه برجام مرده، ولی صحبت اصلی و نگرانی اصلیشون مسئله اختلاف آمریکا اسرائیل نیست. نخیر، آمریکا بهترین متحد اسرائیل هست، اسرائیل هم بهترین متحد ایالات متحده. مسئله بایدن نتانیاهو هست، اما آقای بایدن اساس دیپلماسی رو روابط شخصی میدونه و بعید میدونم اختلافاتی رو که بایدن، معذرت میخوام، آقای اوباما داشت با آقای نتانیاهو، آقای بایدن داشته باشه با تیم آقای نتانیاهو و خود شخص نتانیاهو. آقای آرامش، تا وقتی که به طور رسمی و قطعی پایان مذاکرات برجام اعلام نشده، یعنی مناسبات غرب و جمهوری اسلامی هنوز وجود داره. با وجود برقراری مناسبات و امید به مذاکره که هنوز رسما اعلام نشده تموم شده، تحریم سپاه در این میون چه کار کردی میتونه داشته باشه؟ خب تحریم سپاه بخشی سمبولیکه، ولی بخش دیگری نکات عملی داره. شما ببینید میتونید افراد بسیاری از طریق سفارتخانه مختلف تحت پوشش دیپلماتیک به مراتب به کشورهای مختلف بفرستید. بسیاری از آدمکشی ها و ترورهای سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات خصوص وزارت اطلاعات موقعی که هنوز اطلاعات سپاه و سپاه قدس آنچنان گسترده نشده بودند در دهه آخر 60 شمسی، در روزهای آخر دهه 60 شمسی و روزهای اول دهه 70 شمسی توسط وزارت اطلاعات انجام میشد. تحریم کردن سپاه پاسداران سه نکته دارد. نکته اول خب به صورت نمادین هست، همراهی با مردم ایران. نکته دوم، بسیاری از اینهایی که بالاخره اسامیشون به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، حالا از دانشگاه افسری امام حسین گرفته تا افرادی که کادری سپاه هستند، بالاخره اینها دیگه حتی با پوشش دیپلماتیک هم نمیتونن خارج از کشور بیان و به قول معروف مزاحمت ایجاد کنن و خطر امنیتی. نکته سوم، ولی اونهایی نیست که فقط مستقیما با سپاه در تماسن، کمپانی های بسیار زیاد، شرکت های بسیار زیادی هستند که رابطه ثانوی، ثالثه، رابعه یا خامسه دارن با سپاه پاسداران. مثلا قرارگاه خاتم الانبیا خودش که نمیاد طرف مقابل بسیاری از قراردادها باشه در سنگاپور و ونزوئلا و ترکیه و مثلا عمان، با کشور با کمپانی های ثانوی، کمپانی های ثانوی کمپانی ثالث تشکیل میدن، ولی اینها قابل رصد هست و میشود تحریم ها، این تحریم ها میشود فشار دو چندان و حتی بیشتر بیارد برای این شرکت ها که شرکت های سودی سپاه حساب میشن و عملا کمک مالی که از طریق این شرکت ها هست همین را اخذ درآمد میکنن و بعد از اون هم
توزیع درآمد میکنن بین بسیاری از این گروهای نیابتی جمهوری اسلامی و دیگر منافع جمهوری اسلامی در منطقه. این میتونه فشار مضاعف بیاره و امیدوارم اروپا در این کار با ایالات متحده همراه بشه و کانادا هم فشارش رو مضاعف بکنه بر سپاه پاسداران. آقای آرامش، نایاک به صراحت اعلام کرده که در همراهی با مردم ایران از تغییر رژیم حمایت میکنه. به نظرتون این تغییر موضع از کجا ناشی میشه؟ نایاک آیا از خیزش مردم ایران تأثیر گرفته و موضعش رو عوض کرده، یا تغییر روی کردی ایالات متحده به برجام و گفتگو با جمهوری اسلامی در این چرخش موضع تأثیر داشته؟ اثر استیصال یک بر کسی هم پوشیده نیست، اثر استیصال و اثر از دست دادن اون آبروی حتی نداشته است. در این چند سال اخیر به خصوص، شاید در این 5 سال اخیر، هرچند که خب در سالهای قبل هم کارنامه نایاک یا نایک قابل بحث و قابل نقد هست، در این چند سال اخیر کاری کردن که دیگر بر اون بر کسی پوشیده نیست. نمونش رو بگم، رئیس کنونی نایک مثلا توییت زده بود که بعد از کشتن قاسم سلیمانی جنگ جهانی سوم ایجاد میشه. همش ترس، همش خوف از اینکه اگر خدای نکرده به جمهوری اسلامی بگید بالای چشمش ابرو، جنگ ایجاد میشه، جنگ جهانی سوم ایجاد میشه. 3 هدف رو دنبال میکردن. هدف اول نیای فشار به جمهوری اسلامی نذاره بخاطر اینکه جنگ میشه، و دوم اگر کاری کردید اینها میامدن از جمهوری اسلامی گولی میساختن که قابلیت مقابل مصر داره. کذب محض بود. الان دیگر نایاک محلی از اعراب نداره. اینا در موقعیت استیصال هستن و دست پای آخر میبینن. بسیار سپاسگزارم از شما آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از لندن، انگلستان. از طرف خودم و علیرضا روشن تهیه کننده این برنامه از همراهی شما سپاسگزارم.